میدونی راستین سخت‌ترین حریفای رونالدو و میسی از نظر خودشون چی کسایی هستن؟ اشلی کول. توی این چالش بهترین بازیکنای فوتبال رو توی یک گردونه جمع کردیم و هر بازیکن مقابل سخت‌ترین حریفاشون قرار میدیم که خودشون اعتراف کردن. داستان این ویدیو از این قراره که ما این گردونه رو میچرخونیم و از بین این گردونه که 11 تا از بهترین بازیکنای دنیا توش هستن، یک اسم در میاد مثل رونالدینیو و میبینیم که رونالدینیو توی مسابقه گفته کدوم حریف سخت‌ترین حریفش بوده و از اون حریف 10 تا جلوی رونالدینیو میذاریم به اضافه یک دروازه‌بان بسیار قدر مثل مانوئل نویر و رونالدینیو با تک و تنها 11 تا از سخت‌ترین حریفش رو دریبل بزنه و به اون تیم گل بزنه. به نظرتون چه کسی از این بازیکن‌ها میتونه حریف خودش رو شکست بده؟ سلام و درود خدا برای شما باد. اولین بازیکن کسی نیست جز رابرت لواندوفسکی. زمانی که لواندوفسکی توی بوندسلیگا و بایر مونیخ بود، گفته سرسخت‌ترین مدافعان در لیگ قهرمانان سرخیو راموس، او یک مدافع میانی فوق‌العاده است. نه فقط از نظر دفاعی که او با توپ هم خوب کار می‌کند. در بوندسلیگا بواتنگ و هوملز همیشه بازی در برابر آنها یک چالش دشوار بوده است. کار لواندوفسکی شروع شد از همینجا که یازده راموس رو داره مشاهده می‌کنید، باید همه‌شون رو دریبل بکنه و بره گل بزنه. اما داستان کار اینجاست که فقط و فقط 6 تا فرصت داره لواندوفسکی تا بتونه از این فرصت بر بیاد و بتونه همه رو دریبل کنه و گل بزنه. پس پشت محوطه جریمه هم بزنه موردی نداره، اما نمیتونه چون نویر تو گله. عمر لواندوفسکی بار دیگر. ببین ما باید سمت یک کدوم بریم، یعنی من از این وسط برم احتمال بسیار زیاد میرن چون بسیار حرکت اسکول مانند. بابا نزن دیگه. خب یابد پس ببین ببر گوشه نداره میرسه، داره میرسه. اینکه برو نظر بگیره تنت. خیلی خوب اومدی جلو، خیلی خوب اومدی. یابد فاز لواندوفسکی شوت لواندوفسکی. راموس لواندوفسکی بار دیگر حرکتش داره رو به جلو انجام میده. سرخیو راموس که ترجیح میده لواندوفسکی رو نگیره و لواندوفسکی رو به جلو حرکت بکنه، لواندوفسکی رو زدن اونجا بدون خطا داره کار دنبال میشه. آی لواندوفسکی شما از گوشه برو به نظر من. راموس داره میاد. یا علی مدد، برو بریم. بله چند تا راموس پشت سر هم جا گذاشتیم. راموس بعدی لواندوفسکی میزنه، راموس زدش، اما لواندوفسکی تو آقا بده من ببینم. بابا بده من. برو بریم ببینم. ولی موزه نمی کنه، میره سراغ دومی بازیکن. از گوشه بریم که کسی نیاد. اول فاز، برو لواندوفسکی، برو آقا. آقا رابرت لواندوفسکی بگی تو پر ببینم. رابرت لواندوفسکی از جلوی 11 تا بازیکن، 11 تا راموس، 11 تا حریف سختی که خودش انتخاب کرده و اعتراف کرد ده. حرکت میکنه، همچنان جلو داره میره. یه دبل تاچ زیبا، یه دبل تاچ دیگه، راموس میاد میگیره. بلند شو مستر راموس، بیا اینجا بیا توپ رو بگیر. راست میگی. برو بابا سگول مستر راموس که خودم من دوستش دارم. یه دریبل دیگه میذاریم اونجا بهش. یا علی، راموس بعدی داره میاد، دریبلش کن. یا ابل فضل، برو یا ابل فضل. وای ببین نمیتونیم تو محوطه بریم، عمرم بتونیم تو محوطه بریم، نمیذاره من برم تو محوطه، نمیذاره. برو شوت کن، شوت گلشه. وای متاسفانه لواندوفسکی نتونست حریف خودش شکست بده و از 6 تا جونی که داشت همه رو مصرف کرد. میریم سراغ بازیکن بعدی از بهترین بازیکن‌های جهان که ببینیم حریف سرسختش کیه و چه کسی رو به عنوان حریف سرسخت خود انتخاب کرده. لعب خاص کریستیانو رونالدو. رونالدو در مسابقه‌ای که انجام داده بود در رابطه با سخت‌ترین مدافعی که مقابلش بازی کرده گفت بعد از این همه سال باید بگویم که مقابل مدافعان خوب و جنگنده زیادی بازی کردم، با این حال اشلی کول بهترینشان بود. او به شما اجازه نفس کشیدن نمیداد. بازی شروع میشه برای رونالدو در مقابل 10 تا اشلی کول و یک دروازه‌بان به اسم مانوئل نویر افسانه‌ای. کریستیانو رونالدو حرکتش رو میخواد انجام بده، از گوشه میخواد بره، چون رو تحت جلوش نمیتونه بگیره. کریستیانو رونالدو از گوشه به شدت داره حرکت میکنه رو به جلو. برو توپ رو نداد هنوز. کریستیانو رونالدو حرکت خوبی داره انجام میده، اونجا دوباره سمت گوشه میبره. چند نفر دارن میان توپاش، خطا رو گرفت رونالدو فکر کنم. برو تا نیومده. برو بیا حرکت های جلف چیه؟ یا حضرت عباس این خیلی قویه. برو این فوروارداش همه دارن ما رو میگیرن. برو رونالدو برو تو رو خدا. یا اول فاز، 5 نفر دارن میان تو پای رونالدو. رونالدو رد شد، اشتی کلو دریبل میکنه از سمت راست، داره میره توی محوطه برای اولین بار. رونالدو توی مشت بزن تیر دروازه. برو بریم از همون گوشه. برو دوتا آر یک بزن. داره بد میشه. برو کلا دریبل، برو بریم آقا. برو اون قبلی ها نیاین دیگه، قبلی ها نیاین. برو گمشو کنار. برو تو نرو تو غلط کردم. ای وای آقا بذار از اون ور بریم جانتو گلر رو میزنیم. بذار یه مقدار مایل به چپ بریم.
آها مرسی دریب، برو بریم، برو 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 برو. ببین برو گوشه، من طرفند خودمو میزنم، برو گوشه تا زمانی که بهت بگم برو. حالا برگرد، همینو برگرد، نمیگیره تو رو آقا، نمیگیره، گرفته دامن. حالا چطون؟ یا حضرت عباس نیا تو رو، جان پدرت نیا، گم شو گم شو دیگه آقا، از دریب لیسدم من به خدا. بریم اونور، بریم اونور، بریم اونور، بریم اونور، بریم اونور، برو 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 رونالدو، برو ببینم، برو تمومش میکنیم ما، برو دیگه تمومش کن، برو 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 برو، بیا تو بیا تو بیا تو، خالیه، بزن شوت گلچه توی دروازه، برو کلا. رونالدو بالاخره تونست جلوی 10 تا از سخت ترین مدافع داره خودش به پیروزی برسه. میریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که بازیکن بعدی کیه که جلوی سخت ترین حریف خودش قرار بگیره. سخت ترین حریف خودش قرار بگیره. مسی، هالند، لیونل مسی. شاید فکر کنید تو مسابقه که لیونل مسی کرده از راموس به عنوان سخت ترین حریف نام برده، اما مسی میگه پابلو مافئو مدافع راست گیرونا سخت ترین حریفش بوده. لیونل مسی اولین حرکت خودش میخواد آغاز کنه در مقابل پابلو مافئو که گفته یکی از سخت ترین حریفانی بوده که جلوش قرار گرفتم در مقابل گیرونا که نجونستم دریبلش بزنم یا حالا هر چیز دیگه ای. میبینیم که در این بازی مسی چیکار میتونه بکنه؟ یه دریبل زیبا میزنم اونجا، توپو نگار راچ لیونل مسی در بلاچ دیگه حرکت میکنه رو به جلو. لیونل مسی توپ رو همچنان گرفته و لو نداده، بالاخره لو میده. البته که لیونل مسی گفته که در اون بازی ها که سعی میکنه یه نفر منو بگیره خیلی اذیت میشم، اما در این بازی ببینیم که مسی چیکار میکنه. یه دریبل زیبا میزنه شماره 5 شون همچنان ول کن. ای در اون پدرش رو ول کن نیستش این. آقا خودشون توپو لو دادن، به من ربطی نداره، خودشون توپو لو دادن و مسی میگیره توپ رو بدون اینکه هیچ کاری خاصی انجام بده. داره دیلی میزنه همینجوری، برو 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 مسی. مسی حرکتش انجام میده، باز دوباره از گوشه داره نفوذ میکنه. آقای متی خان رفته چلو پابلو مافئو، چلو مسی میتونه بگیره یا اینکه نه نصف کار خودش ادامه میده. مسی سمت داخل میاد، سر توپ اونجا میزنه، گیرز حرکت زیبا، نمیتونه پتو بشه بزنه. قابل فست علی مدد، بزن شوت مسی، شوت مسی، در میاره نویر. لو مسی باز هم صاحب توپ میشه، این دفعه از گوشه سمت راست میخواد بره که بتونه راحتتر آردوشو بزنه و گل تبدیل به امتیاز بکنه. پابلو مافئو به سمت مسی میداره میاد، بازیکنی که دفاع راست قرار داره این بار. جلو مسی میتونه بگیره یا نه؟ مسی دریبلش میزنه دوباره. یا علی بگو، یه دریبل دیگه از مسی، یه دبل تاچ دیگه، نگار میره توپو مسی یا نه؟ مسی از کار خودش دوباره شروع میکنه، از اونجا دارن به سمت مسی حرکت میکنن. نمیذارن، میخوان بزنن که ببین با مسی بدون دبل تاچ میرم گل رو میزنم، نگاه کن فقط چجوری دریبل میکنم. حال کن، حال کن، حال کن، لذت ببر، لذتشو ببر، لذتشو ببین. نگو ببین کاتو بده رفته تو گل، کاتو بده مسی رفته تو گل. آخر این جون لیونل مسی ببینیم که چیکار میخواد بکنه. جلوی حریف برو کلا، ولی این دریبل میره جلوی حریف بعدی، دوباره میدریبل میزنه اونجا، بعد رد بشه مسی، برو کلا، یه دبل تاچ بعد بزنه، نگرش تو مسی. بیا بگیر، بیا بگیر، آه 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 آه، نگردار، نگردار، نگرانش دار، بشوتش، برو کلا. مسی با موفقیت تونستش سخت ترین حریف خودش شکست بده و دروازه حریف رو باز کنه. میریم سراغ بهترین مهاجم یا بهترین هافک بعدی که ببینیم جلوش چه بازیکنی و چه دفاع سرسختی قرار خواهد گرفت. رونالدینیو. رونالدینیو راجع به سخت ترین مدافع جلوش بازی کرده گفت: سخت ترین حریفان برای من مدافعانی هستن که در نحوه بازی خود سرسخت هستن، جایی که شما نمیتونید راهی برای عبور از آنها ببینید. پائولو مالدینی و جان تری دو نفر از سخت ترین مردانی بودند که در زمین مسابقه ملاقات کردم. بله، رونالدینیو رو مشاهده میکنید که داره اولین اتاک خودش رو به سمت پائولو مالدینی بزرگ که 11 مرد پائولو مالدینی وار جلوش قرار گرفتن با عنوان نویر افسانه‌ای در درون دروازه، ببینید که دروازه رو میتونه باز بکنه در کمتر از حریفان، کمتر از مسی و رونالدو یا نه. احساس میکنم که رونالدینیو میتونه دروازه رو زودتر از مسی و رونالدو باز بکنه، اما نمیدونم چطوری. بارکلا یه دریبل از رونالدینیو مشاهده کردیم، دریبل بعدی، دریبل بعدی نشد. آقا میخوای بگیری خواهشام مس، بیا بگیر دیگه قشنگ، نمیگیری الکی دنبال ما راه نیافت. یه دریبل زیبا از رونالدینیو، حرکت اون رو به سمت داخل، یه دریبل زیبا دیگه، مالدینیو محو در افق میکنه شماره 4. او رونالدینیو دمش گرم، خدا وکیلی داره خوب حرکت میزنه. نه برو برو دیگه بابا، داره میادی ول کن دیگه، خدا یه جوری دریبل میزنم دیگه، مثل راموس بشه داستان تا. آها آها آها، برو 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 برو، یه شوت بزنیم. شوتو چه گولی زدم، از همه بهتر گول زد بیرون محوطه به نویر و رونالدینیو در این ناباوری بسیار زیبا مالدینیو محو در افق کرد. رفتیم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم حریف سرسخت چی قضیه میتونه باشه. وینیسیوس یا امباپه؟ امباپه در مصاحبه یورو اسپورت، امباپه در مورد سخت‌ترین بازیکنی که در مقابلش قرار گرفته گفت: جان لوئیجی بوفون، بازی در برابر او واقعا دشوار بود و به سختی توانستم به او گل بزنم. بله، حالا کیلیان امباپه برای اولین بار کارو در مقابل بوفون شروع میکنه. بوفون که دفاع و گل توپگیری خوبی نداره، ولی اینکه بهش گل بزنه میذاره کارو سخت میکنه، چون بالاخره دروازه ما خودشه. به به، دریبل زیبا از امباپه، یه دریبل قشنگ، امباپه حرکت میکنه رو به جلو، بوفون توپش زد. یا علی، چون حریف سرسخت بوفون بوده، ما مجبوریم که بوفون رو هم توی بازیکن‌ها بذاریم هم توی دروازه بذاریم که کلا 11 تا بوفون داشته باشیم. نگه نگرش دار، نگرش دار، گازشو بگیر امباپه، امباپه توی عرض گازشو بگیری، میریم اونور. خب نمیدونم چرا داریم این حرکت رو انجام میدیم، ولی داریم انجام میدیم فعلا. این برون پدرش چقدر قویه این.
برو امباپه جان پدرت گازشو بگی بریم بریم همون سمتمون. آتش بده بره تو گل. تموم شد و رفت. خوشبختانه امباپه بالاخره بعد از مدت ها جون کندن تونستش بوفونو شکست بده. میریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که حریف سرسختش که از نظر خودش نتونسته بود ازش رد بشه کیه. لوکا مودریچ. لوکا مودریچ ستاره رئال مادرید در پاسخ به سوالی درباره سخت‌ترین بازیکن حریف خود در دوران حرفه‌ای از آندرس اینیستا نام برد. او گفت آندرس اینیستا زیرا حرکت او با توپ فوق‌العاده خوب بود. من مقابل لامپارد و استیون جرارد نیز در انگلیس بازی کردم اما اینیستا فرق می‌کرد. حالا لوکا مودریچ در مقابل 10 تا آندرس اینیستا کار خودش رو می‌کنه. ببینید که لوکا مودریچ می‌تونه آندرس اینیستا رو شکست بده به عنوان حریف قدر خود یا که نه. آندرس اینیستا حرکت می‌کنه رو به جلو. مودریچ دریبل اونجا قشنگ به آندرس اینیستا می‌زنه رو به جلو حرکت می‌کنه. آقای لوکا مودریچ کاپیتان تیم رئال مادرید چه لایی می‌زنه به آندرس اینیستا زیبا. حرکت رو به جلوی مودریچ. وا آقا دریبل می‌خوره بیا جلو دیگه. دریبل نمی‌خوره یعنی که واسه چی میای جلو؟ بگو آندرس اینیستا نترس بیان. بیا جلو ببینم. اوریدین دوستان. جانم دیریب جانم دیریب حسین اینا بزار. برو برو بعدی برو بعدی بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا جلو دیریب نسو بخور. آی 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 دستند تو با یا پاس تو بگیر دیگه عزیز من دود داشت این الان میاد تو پام نگاه کن اما اونو دیریب نکرده این میادش به 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 نرسه دیگه. برو 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 گاز بده دیگه نمیتونه نمیتونه خدایی نمیتونه. برو 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 مودریچ مودریچ مودریچ. متاسفانه لوکا مودریچ از دیریب کردن آندرس اینیستا که همینجوری مشاهده میکنی همه بودن تو دروازه جا میمونه. میریم سراغ بازیکن بعدی ببینیم که چه کسی میافته که بتونیم سخت‌ترین حریف مقابلشو انتخاب بکنیم. کسی نیست جز محمد صلاح. از اونجایی که میدونید محمد صلاح یک کینه به شدت بزرگ از رئال مادرید داره به خاطر اینکه چه دستش شکست و نتونستش که اونجا چمپیونز لیگو از رئال بگیره و قبلترش هم توی لیگ قهرمانان اروپا در فینال از رئال مادرید باخته بود. پس بنابراین از اون موقعی دستش شکسته قشنگ مشخص از راموس متنفره. خیلی خب ما هم فرصت غنیمت میشماریم و میخوایم اینجا یه دریبل زیبا به راموس بزنیم اگر که بشه عالی میشه. حرکت زیبا صلاح حرکت زیباش. نه یا بیا 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 آور کلا دریبل صلاح شوتش. متاسفانه موفقیت بسیار زیاد در این ناباوری راموس حذف میشه در مقابل صلاح دلها. آقا بریم سراغ بازیکن بعدی ببینیم که کدوم میفته. هالند ابراهیموویچ وینیسیوس یا نیمار جونیور. کسی نیست جونز نیمار جونیور. نیمار در مسابقه که با یورو اسپورت داشت در مورد سرسخت ترین بازیکنی که در مقابلش قرار گرفته گفت سرخیو راموس سرسخت ترین مدافعی است که در برابرش قرار گرفتم. حالا نیمار اولین تلاش خودش رو در مقابل سرخیو راموس خود انجام بده ببینیم که این دریبل زن قهار میتونه سرخیو راموس رو محو کنه در افق یا نه که اول یوریدیس به نیمار ز جونیور. نیمار ز جونیور فعلا نیومده کسی تو باش. تلاش های بسیار سرسام آوری داره نیمار همینجور که مشاهده میکنید. ببین به خود دار راموس راحت حذف میشه. ناکن حال کن. برو 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 گوشه برو گوشه به خود آردو بزنه راحت مانوئل نویر گل خورده. بیا تو بیا تو بیا تو. هیچ کاری نمیتونه بکنه آردو تو بزن. وای بعد دریبل رو داشته ماش. یک بار دیگه نیمار اصلا اول کارش شروع کرده یه دبل تاچ اونجا میزنه. دبل تاچ نیمار عالیه میاد به سمت جلو. راموس شماره 6 اصلا ازش خاطره خوبی ندارم. بابا نزنش دیگه آرامش. به به رابونایی میزنم اونجا حرکت زیبای نیمار که کاملا مشاهده گرش بودید. آخرین فرصت نیمار. نیمار ز جونیور دو تا دبل تاچ زیبا. ببین آخریه رو بزنیم رفتیم ها. آخریه رو بزنیم رفتیم شوت اون بر. با ما واقعا تونستیم سرخیو راموس رو برای بار دیگه توسط نیمار حذف بکنیم. میریم سراغ ستا بازیکن باقی مونده یعنی هالند وینیسیوس و ابراهیموویچ. اکس نسیوز وینیسیوس توی مسابقه که اخیرا کالواکر کرده بود در چمپیونز لیگ گفته بود مهار کردن وینیسیوس کار غیر ممکنی نیست اما من بسیار تلاش کردم بتونم اونو بتونم متوقف کنم. همینطوری هم که مشاهده کردید در بازی برگشت در مقابل رئال مادرید راحت وینیسیوس رو متوقف کرده بود و حتی نمیذاشتش که وینیسیوس با سرعت بالایی که داره توی عمق نفوذ کنه. حالا از اون وسط وینیسیوس ال جونیور میخواد حرکت شروع به جلو انجام بده. کالواکر ببینه که میتونه جلوشو بگیره. گرفت که داداش این که چه وضعشه. واسه وینیسیوس از گوشه میخواد مقابل کالواکر قرار بگیره. اولین فرصت وینیسیوس که بتونه خودشو نشون بده. حضرت عباس برو ببینم. برو گوشه نمیاد آقا نمیاد. او داره میاد غلط کردم. او یا قبل فاز آقا چیکارش کنم الان من اینو دبل تاچ. نه ببین از اون حرکتای نیماری بلد نیستی بزنی. او بلدی که میزنی پس دیگه. خب برو کلا دیری بچی. بیا جلو توی بیا جلو بابا وحشی آرام. وای وینیسیوس اگر نتونی اینجا اثبات بکنی که کار واقعا هیچ چی نیست جای دیگه ای نمیتونی اثباتش
کنی. من از خواهم تکنیک جدید خوشگلم استفاده بکنم. برو اونور، برو کنار، برو کنار، سیوتو بیرون. بابا حرکت زیبا، یه پا عوض میکنه ببین سیوس جا میذاره کاری واکر رو رفت واسه ایجاد حمله. برو 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 نگارش دار. یه پا عوض میکنه کاتبینی سیوس. هیچ. نفر بعدی. فقط هالند و امباپه موندن. فقط چی دارم میگم؟ فقط هالند و ابراهیموویچ موندن. کسی نیست جونز این بار. هالند. به نقل از ایدی مهاجم نروژی باشگاه من سیتی از ویرجیل فنداک تمجید کرده. گفته از نظر من فنداک بهترین مدافع جهانه. من دور در مقابل فنداک بازی کردم و باید بگم که او بهترین مدافعی است که تاکنون مقابلش بازی کردم. او مدافع خوبی است و در بازی با هلند کار سختی مقابلش خواهیم داشت. بله، لینکلند کارش خودش چه شروع میکنه در مقابل یکی از بهترین دفاعی جهان یعنی فنداک. الان چه کار شروع؟ آقا الان کار شروع شد. یه دبلتاژ زیبا از هلند. هیچ بابا این نمیتونه خدا وکیلی. یا حضرت عباس فنداک داره میخوره هلندو. ابل فس. نگاه کن خدا وکیلی. در برو ببین هلند فقط باید فرار کنی. آقا این نمیذاره فنداش نمیذاره من نرو. ولین حالا انکار خوش دوباره شروع میکنه از جلو. یه فنداک و سه تا فنداک پشت سر هم داره. این دبل تاچ این بده لعنتی خاک. ولین حالا بار دیگر از جلو. یه دروازه کار خوش داره شروع میکنه با اینکه قدرت بدنی خوبی داره اما نمیتونه جلوی فنداک مقاومت بکنه. یا میتونه بره باریکلا بیار تو. حالا برو همونور. حالا بیا اینور. باریکلا رد شو ازش. شوت نه. هالند میتونه کار رو در بیاره ولی یه ذره باید توجه و دقت بکنیم. آها آقا مثلا این هالند اصلا دریبل زدنش متفاوته. ریدی مرسی اولین دریبل، دومین دریبل. بدن خوبی داره میداره هالند. نه خوشم اومد. اوه چی داره میشه اونجا؟ نگردار هالند. هالند نگار بر آخرین فرصت. هالند نگارش دار. بگم شد دیگه. ببین این پدر سگ این دوباره حالا میاد منو نگار میداره. خب همون شوت. متاسفانه هالند نتونستش فنداک که سخت‌ترین رقیبش رو شکست بده و نوبت ابراهیموویچ. وقتی از سرخیو راموس پرسیدن که سخت‌ترین حریف خود در مستطیل سبز کیه؟ در خصوص مسی اصلا صحبتی نکرد و در انتها به ابراهیموویچ اشاره کرد و گفت زلاتان به خاطر اندامش سختی‌های زیادی را ایجاد می‌کند. ابراهیموویچ با پشت پایش میتواند گل بزند و بسیار سریع است. آخرین نفر زلاتان ابراهیموویچ در مقابل سرخیو راموس که اعتراف کرده راموس زلاتان یکی از سخت‌ترین حریفاشه. میخوام ببینیم که اعتراف راموس درست بوده یا اینکه نه زلاتان کار در میاره. هنوز اولین جونم مونده. اولین جونمو خط نزن. زلاتان ابراهیموویچ با شماره 11 شماره محبوب مهدی خان کار خودش شروع میکنه باری دیگر. حالا راموس توی دریبل میزنه. خب دبل تاچ زلاتان انقدر نباید خوب باشه ولی خب اوکی برو بریم. زلاتان ابراهیموویچ از همون جا چه شوتی. زلاتان ابراهیموویچ از جلوی دروازه کار خودش شروع میکنه. زلاتان بدن خوبی داره این بازیکن اما سرعتش خوب نیست و شوت خوبی داره. زلاتان جلو میادش یه دبل تاچ اونجا میزنه. زلاتان باری دیگر جا میذاره سرخیو راموس. سرخیو راموس که جامونه دیگه نمیتونه بیاد جلو. شوت کن. نه برو ببین راحت میتونیم با زلاتان گل بزنیم اگر که بتونیم. آقا دریبلش کن دیگه. آقا زلاتان دست زن به تو ببینم. زلاتان ابراهیموویچ باری دیگر داره ضد حمله میزنه سمت دروازه سرخیو راموسیون. از همینجا شوت کن. از همینجا برو دیگه بابا برو با اون قیافت برو دیگه. خب برو زلاتان نشون بده که میتونستی هنوز فوتبال بازی بکنی اما خودت بازی نکردی. نشون بده بهشون که استاد مهاجمی فورواردی جهان کیه. زلاتان توی دروازه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و فهمیدیم توی این ویدیو که فقط دویدن و دریبل نیست. گاهی اوقات مثل زلاتان میتونیم ندویم و فقط از تکنیک بدنمون استفاده بکنیم. پس فعلا خدا نگهدار.